فصل سیزدهم. این بار سوم است که من به ملاقات شما میآیم. طبق فرمایش کتاب مقدس، هر اتهامی باید به وسیله دو یا سه شاهد تایید شود. میخواهم به شما که در گذشته مرتکب گناه شده اید و به همه اشخاص دیگر اخطار نمایم. همان مطلبی را که در خلال دومین ملاقات خود به شما گفته بودم، اکنون که از شما دور هستم، بار دیگر تکرار می‌کنم. این بار که پیش شما بیایم، هیچ یک از شما نمی‌تواند از تنبیه من فرار کند. در آن صورت شما دلیلی خواهید داشت که مسیح به وسیله من سخن می‌گوید. او در مناسبات خود با شما ضعیف نیست، بلکه قدرت او در میان شما دیده می‌شود. اگرچه در ضعف و ناتوانی بر روی صلیب کشته شد، اکنون با قدرت خدا زندگی می کند. ما نیز مثل او جسمن ضعیف هستیم، اما در روابط خود با شما، با قدرت خدا، با مسیح زیست خواهیم کرد. خود را بیازمایید و خود را امتحان کنید تا بفهمید آیا ایمانی که دارید ایمان حقیقی است یا نه. شما باید تا این موقع دانسته باشید که عیسی مسیح در شماست، مگر اینکه در امتحان رد شده باشید. امیدوارم که شما درک کرده باشید که ما در این امتحان مردود نشده ایم. دعای ما در پیشگاه خدا این است که شما از گناه دور باشید. نه برای اینکه خود را مقبول معرفی کنیم، بلکه ما می‌خواهیم اعمال شما راست و درست باشد، حتی اگر ما افراد مردود معرفی شویم. ما نمی توانیم علیه حقیقت اقدامی کنیم، بلکه فقط برای پیشرفت آن می کوشیم. ما از اینکه خود ضعیف هستیم و شما قوی خوشحالیم، زیرا دعا می کنیم که شما کامل بشوید. علت نوشتن این چیزها در وقتی که هنوز از شما دور هستم این است که وقتی با آنجا برسم مجبور نباشم با شما با خشونت رفتار کنم. زیرا هر قدرت و اختیاری که خداوند به من بخشیده است برای بنا کردن بود، نه برای خراب کردن. در خاتمه، ای برادرم، خدا حافظ. برای رشد و تکامل خود بکوشید. با آنچه میگویم توجه نمایید. با یکدیگر مدارا کنید و در صلح و صفا به سر برید و خدا که منشأ محبت و آرامش است با شما خواهد بود. با بوسه مقدسانه به یکدیگر سلام گویید. تمام مقدسین به شما سلام می‌رسانند. فیض عیسی مسیح خداوند، محبت خدا و رفاقت روح القدس با همه شما باد. آمین.